پر می دونیم در مرحله نهایت دشواری سالهای اولی سای بیستقلالی حکومت جمهوری تاجکستان برای با افقا آوردن روز روزگاری مردم چند مقصد را همچون هدفهای استراتژی قبول نمود و خوشبختانه عملا پایگیری کردن همین هدفها ما را به این روز رسانید. کارشناسان وابسته به وضع نهایت دشوار اجتماعی در آن سالها هدف استراتژی اعلان نمودن امنیت غذایی را از اولویت های فعالیت حکومت ارزیابی می کند. اینک با گذشت 28 سال این هدف تا جای برآورده شد. امروز در مملکت نان فراوان است و بازار و دکان ها پر از انواع گوناگون مواد غذایی است. اکنون که هدف های اولیه در این سمت برآورده شدند، مرحله دیگری این استراتژی فرا رسیده است. اکنون باید مردم با غذای سالم تامین کرده شوند. در ترکیب یا راسیون غذای سالم ماهی موقع مخصوص دارد. بینندگان گرامی سلام، این برنامه نوبتی توازن است و طوری آگاه شدید ما این برنامه را به ساحه ماهی پروری اختصاص دادیم. در این برنامه خواهیم گفت که ماهی پروری در تاجیکستان در کدام سطح قرار دارد، پرابلم و مشکلات ساحه کدام هایند و راه های حلش چیست. اگر به شما هم این موضوع جالب باشد، ما را همراهی نمایید. در حالت درست براه موندن پرورش ماهی، تاجیکستان می تواند به کشوری مهمی صادر کننده ماهی خوشلذت تبدیل شود. زیرا بیشتر از 60% آبهای منطقه از جمهوری مجاری می شود که عمدتاً آبهای شیرین هم. و طبیعی است که ماهی آبهای شیرین طعم و لذت خاص دارد و نظیرش در جهان کم است. همین یک گل ماهی که عادتاً در آبهای سرد و سیرون کوهستان ما موجود است، از لذیذترین خوراکهای پرهیزی در دنیا دانسته می شود. سالهای اولی سای بیستقلالی مملکت با سببهای معلوم چون دیگر سواهای مهم خواجگی خلق، ماهی پروری هم مرحله رکود را از سر گذارونید. اکثر خواجگی و زوادها فلج شدن و ساها به طور استخیابی پیش میرد. این حالت تا سالهای نزدیک ادامه داشت. قدمی نخستین در سمت رشد دادن ساحه ماهی پروری در مملکت هنوز از سالهای 2000 گذاشته شد. 3 مارس سال 2001 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برقرار کردن ساحه ماهی پروری در جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید و موافق این قرار در برابر پیش بینی گردیدن یک قطر سبوکی ها به ساحه، از جمله کم کردن ارزش آبی در ساحه استفاده شونده، همچنین شهر و نویه های حوزه دریاها، همان جای هایی که قبلا خواجگی های ماهی پروری وجود داشت، وظیفه دار کرده شدند که برای کشت خوراک ماهی از زمین های غیر کشاورزی زمین جدا نمایند. ولی بدبختانه طلبات این قرار پورا اجرا نشده است و ماهی پروران می گویند که سرچشمه اساسی بسیار پرابلمه های ساحه از همین جا منشأ می گیرد. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 مارس 2001 تحت رقم 123 برای خواجگی های ماهی پروری به زمین تامین کردن برای خوراکی ماهی، از چه سبب باشد که تا امروز خواجگی ماهی پروری خوشدات عبدالرحمن جامی نوحیه دوستی همین خواجگی ها که مساحت کلان دارند با چی سبب باشد که به زمین تامین شدگی نیستند. مشکلی حاضر یگونه برای ماهی های گرم دستور و علف خور و دانه خور این در جمهوری خودمون ما میتونیم که بیرون از مرز و تامین نکنیم و از حساب زمین های وطنی مثال همی خوراکی ماهی را ما تامین کنیم. سال 2008 نیز با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی رشد ساحه ماهی پروری برای سالهای 2009-2015 قبول کرده شد و این اقدام توانست ساحه را از نیست شوی نجات دهد. بسیار خواجگی ماهی پروری که حجم مائده حوزه دارند با مثال و یا با خوراکه خودشون را تامین میکنند. پرابلم ها در ساحه هست، برای که ساحه ماهی پروری بسیار ساحه درآمدناک است
و در آینده ممکن است که در سوهای موی پروری در حالتی اگر اوینه آبی رمو از حساب زمینوی غیر کشاورزی با 15-20 هزار گکتر رسانیم، ده ها هزار جای کاری کردن ممکن است. و پرابلم برای خوراکی موی حاضر ما در شهر وحدت برای تامین کردن خوراکی موی صاحبکاری وطنی با مقدار 500-600 هزار دلار سخی زودی خوراکی موی 2020 با استفاده میبریم. در آینده ما حرکت میکنیم که سوهده مثل در ولایت سوخ، ولایت ختلون امینه براه مونیم و جلب سرمایه وطنی امین مشکلی حرکت میکنیم که براییم. امروز برای سوهای موی پروری با زمین ها غیر کشاورزی برای خوراکی موی من فکر میکنم که 2000 بسنده باید باشد، 2000 گکتر زمین برای خوراکی موی بسنده باید باشد. حکومت جمهوری تاجیکستان سال سپری گردیده برنامه نوی مجموعی رشد سوها را قبول نمود که سالهای 2018-2022 را در نظر دارد. قبول این برنامه توانست در واقع سوهای موی پروری را به مرحله نوی پیشرفت ورود سازد. اکنون برای بهتر نمودن انفراساختار ساخه کارهای عملی انجام می‌یابند که آینده می‌تواند زمینه خوبی را جهت رشد ساخه فراهم سازد. از جمله بنیاد و برقرار نمودن سیخ‌های اینکوباتوری در منطقه‌های حوزه دریاها. مشکلی این در سوهای موی پروری مادر موی بود. ما با کارپرست موی تاجیکستان در یک جایگی تا امروز زیاده از 18 هزار مادر موی برای سوهای موی پروری تربیه کردیم. امروز در ولایت ختلون و ولایت سوغ در ناحیه بابوجان غفوروف در یک حالت خوب نگاهبین کرده می شود. و دیگر پرابلمی که در سوهای موی پروری در جمهوری وجود داشت، این سخ‌های اینکوباسیونی زمانوی ما نداشتیم. از دور حکومت شوروی در جمهوری تاجیکستان دو تا سخ اینکوباسیونی فعالیت میکرد که این یکی در عبدالرحمن جامی خوشزاد و در بابوجان غفوروف فعالیت میکرد. و از بین در مبین 20-25 سال این سخ‌ها هم با او قدر استانداردها جوابگو نبودند. امسال ما با بعد این غمخوری روبری دولت نسبت به سوهای موی پروری، ما با جلب سرمایه وطنی کویدی موی تاجیکستان در شهر کلوب یک سخ زمانوی برای 3 سالگی ساخته دادیم، به استفاده دادیم. از موهای مرد سوزونی وای سر می شود، استفاده خدا خواهد می بریم. و برای منطقه کلوب تامین کردن و ولایت مختار کوهستانی بدخشان رو از مویچه تامین کردن 2016-17 و این سال ما با دستگیری از حساب برنامه و دستگیری وزارت کشاورزی و حکومت جمهوری تاجیکستان از فدراسیون روسیه از شهر کراسنودار 25 میلیون کرمینا مویچه خرزود با مانند تلستالوب، امور، پشونی غاوس، کارپی لوچ برای آینده تیار کردن برای سوهای موی پروری مادر مویی. ما از جمهوری ازبکستان از شهر سمرقند مویی خوشزوت نوی که امروز در وجود ندارد در جمهوری ما از اونو مویچه می بیاریم ملیوک، یعنی با جمهوری همسایه سمرقند از حساب مویچه های خوشزوت خودمون و یا از ما مویچه می گیرند. ما با جمهوری ازبکستان با فدراسیون روسیه که این وطنی مویی گرم دوستدار هست و خوشزاد هست همکاری داریم. دریاهای تاجیکستان اساساً از پریاخوی کوهی سرچشمه میگیرند و این آبی سرد و سلقین وطنی اصلی یکی از لذیذترین ماهی های دنیا گلماهی است. در کشور ما گلماهی اساساً در دره رومیت شهری وحدت پرورش مییابد.
از 11 خواجگی گلماهی پروری جمهوری 6 عددش ماس در شهر وحدت جایگیرند و طبیعی است که قسم بیشتری این نوع ماهی در همین جا استحصال می‌گردد. جمعیت دارای مسئولیت محدودی فریل در شهر وحدت از کلانترین خواجگی های گلماهی پروری مملکت به شمار می‌رود. این جمعیت نه تنها از لحاظ استحصال ماهی بلکه از نگاه تشکیل مجموعی کار نیز از بهترین خواجگی های گلماهی پروری دانسته می شود. همه 25 حوض سنعی این جمعیت همگی 3 گکتر زمین را بند کردن و هر سال از یک حوض به حساب میانه تا یک تونه حاصل می گیرند. اکنون ببینیم که خواجگی داران اطراف گلماهی پروری چی می گویند. 3 نمود گلماهی در خواجگی ما پروریش و استحصال می شود. گلماهی رنگین کمان، گلماهی تیلایی، گلماهی خالی سرخی توجیکی محلی پروریش می یابند. اساسا در خواجگی ما پروریش گلماهی پوره براه مانده شده است و حتی از اینکوباسیا گرفتن تخم و آن نیز در داخل خواجگی استحصال می شود. خصوصا تخمی ماهی و اینکوباسی آن نیز در داخل خود خواجگی براه مانده شده است. گل ماهی به آیله ماهی های لساس داخل می شوند و باید در وقت بهار که تخمدهی هست از حساب تخمدهی نیز تلفات به میان می آید. پتانسیل بلند پروریش عموما همه نمود ماهی ها در تاجیکستان وجود دارد، چون که تاجیکستان منبع آب های مصفا و کول ها و پریخ ها و حتی دریا ها می باشد. البته ما رقابت کرده نمی توانیم با آن دولت هایی که نزد بحر هستند و کول های بزرگ و عظیم هستند که در آنجا پروریش های ماهی به طور طبیعی براه مانده شده است. البته ما با آنها رقابت کرده نمی توانیم. یا اینکه دولت های هستند که کوات خود را مثال در اقیانوس ها دارند، در بحرها دارند، اینها البته استحصال ماهیشان خرجات ندارد گویم درست است. ساحه ماهی پروری از وقتی که ما به این کار شروع کردیم تا امروز من دقت می دهم سال از سال رشد کرده ایستاده است، پیشرفت کرده ایستاده است، استحصالات در جمهوری نیز زیاد شده ایستاده است. حتی اگر اهمیت دهیم، اگر امورای پیشتره را گیریم، واردات ماهی مثال خصوصا گل ماهی علکه گویم چند سال اخیر وجود ندارد، چون که تمام بازار، طلبات بازار علکه استحصال شده ایستاده است. درباره خوراکی ماهی همین را گفتنی هستم که ماهی گل ماهی مخصوصا در قید کنم این ماهی خوراکش از گوشت خود ماهی استحصال می شود و روغن ماهی، این استحصال آن در تاجیکستان وجود ندارد، چون که آن از ماهی های بحری استحصال می شود و تاجیکستان که بحر ندارد برای همین برای ما این دست نورس است در خود داخلی جمهوری تاجیکستان، چون که ماهی های بحری سایدی اون که ارزان و ماهی هایی که استعمال نمی شوند از آن استحصال کرده می شود. به گفته ابراهیم بابایوف، گل ماهی نهایت ماهی نازک است و پرورش مخصوص را طلب می کند. مثلا از سین خردی تا ماهی مولی تبدیل یافتن آن حتما باید 14 نمود خوراک داده شود که همه این مواد غذایی به کلی از خارج کشور آورده می شوند و قیمتی کم هم ندارند. همین است که نرخ گل ماهی نسبت به ماهی های دیگر کمی بلندتر است. ولی نوابسته به وارداتی بودن خوراک آن، ارزش گل ماهی از 1 کیلوگرم گوشت گاو بلند نیست. امروز ما مشاهده میکنیم که در تمام بازارهای تاجیکستان، ناحیه ها، حتی شهر دوشنبه، ماهی ها خیلی زیاد هستند. فروش ماهی ها زیاد است. به هر یک بازاری که اگر رفته نظر نکنیم در آنجا خیلی تعداد زیادی ماهی رو میبینیم و نوعهای مختلف اون رو، و حتی تا همین درجه آمده رسیده است که رقابت پذیری در داخل بازارهای شهر دوشنبه که ماهی ها رو به طور زنده در اکواریوم مانده میفروشند که هرچی با صفت تر، با طعم تر، با لذت تر به مردم پیشنهاد نمایند. طلبات روز از روز افزایش یافته ایستاده است، ولی من اطمینان
کامل دارم، یعنی باوری دارم که در آینده طلبات خیلی زیاد میشوند و مردم ما آهسته آهسته درک کرده استادند، یعنی ماهیت خوراکی تازه، یعنی گوشت ماهی رو، غذای سالم رو. روغن ماهی این هضم شونده است، نسبت دیگر ماهی ها هضم شونده است و کسی که ماهی بسیار استعمال میکند البته او ایمن است از بیماری های انفارکت، سکته دل یا مغز سر. به علاوه این هر سال حتما باید حفصا سه مرتبه تازه کرده شوند، زیرا گلماهی محیط افلاس را نمیپذیرد. گلماهی جانوری سردی دوست است و تنها در آبهای شیرین سردی کوهی زندگی میکند. وابسته به آنکه دریای کوپرنیوون از دره رومید میگذرد، ماهی پروران این دره از آب قریب تنقیسی ندارند، به استثنای سیل و آبخیزی هایی که احیانا در منطقه های کوهی سر میزنند و به آنها مشکلی های زیاده ایجاد میکنند. این حادثه های طبیعی است، کسی پیش روی سیل یا یخبندی را گرفته نمیتواند. البته تلفات در فصل بهار میشود و در فصل زمستان نیز تلفات ها هستند. در خوجگی ما سالهای شدند که سیل های خیلی وزنین آمدند و ضرری زیادی اقتصادی به ما رساندند و حتی یخبندی های سخت هم شده. در ابتدای فعالیت ما زمستان 2008-2009 که خیلی سرد بود، در آن هم نیز تلفات ها، یعنی ضربه های جدی دیدیم. هرچند مساحت زیر حوض های ماهی در شهر وحدت 67 گکتر را تشکیل می کند، ولی کلانترین خوجگی های ماهی پروری به پروریش ماهی لذیذ گل ماهی اختصاص داده شده است. با استفاده از شرایط مساعد طبیعی، تعداد خوجگی های گل ماهی پروری در این شهر در حال افزودن است. به علاوه از انداز و بعضی پرداخت های گمرکی، آزاد کردن ساحه صاحبکاران را نیز هوسمند گردانیده است. بعد آزاد کردن سوهای ماهی پروری از طرف اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت از 6 نمود انداز و واردات تکنیکا و تکنولوژی این چنین خوراکای ماهی آزاد کردن از پرداخت های گمرکی، حاضر از طرف شهروندان جمهوری درخواست ها بسیار است که با کویدی همکاری کنند. من فکر میکنم که در نزد وزارت کشاورزی و ولایت های سغد و رایون های توبی و ولایت خطلون زمین های غیر کشاورزی بسیار وجود دارد. در یک جایگی با رئیسان ناحیه و شهر رو اگر خوب میشید که با مردم امکانیت میدادیم، مثل مردم از حساب خودشون حوضای مثل ماهی پروری را مبلغ گذاری میکردن از حساب مبلغ های خودشون، در آینده هم حجم نقشه برنامه و نقشه همون اجرا میشود، هم حجم استحصال ماهی زیاد میشود. با پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان، منتداری خودم را و همچنین تمام ماهی پروران جمهوری تاجیکستان را بیان کنم که برای ماهی پروران امتیازهای خیلی خوب و زیادی را مهیا کردند و دادند که از تمام پرداخت های گمرکی و اندازهای وجود داشته آزاد کرده شدند. ناحیه دوستی در ولایت خطلان نیز یکی از منطقه های مهمی ماهی پروری دانسته می شود. به معلومات عموری اداره کشاورزی، 18 خوجگی ماهی پروری ناحیه مجموعاً 351 گکتر زمین را زیر حوض ماهی قرار دادند و هر سال به حساب میانه نزدیک به 250 تن محصولات استحصال می کنند. اقدام نوبتی حکومت در سمت دستگیری ساحه، ماهی پروران این ناحیه را نیز جهت رشد دادن ساحه دلگرم کرده است. خوجگی ماهی پروری فریدون که به نزدیکی تاسیس یافته است، تعداد خوجگی های ماهی پروری ناحیه دوستی را باز یکی دیگر افزود. روبری این خوجگی فریدون دولت میگوید که پیشتر همچون صاحبکار در این ساحه کار میکرد.
اکنون که شرایط امکانیت ها برای مشغول شدن به صاحبکاری استحصالی باز خوبتر گردید، او تصمیم گرفت که خواجگی خود را داشته باشد. اینک کار را شروع کرده است و حاصلی تیار هم دارد. از اول ماهی را از دهخانه خریده به بازارهای شهر دوشنبه و طرفخانه ها تقسیم کردیم. دیدیم که طلبات هست، در حقیقت ساحه نو است در تاجیکستان، خدر انکشاف سخت نیفته است. بعد دیدیم که با مردم طلبات هست، ماهی را فروختن ممکن است، ساحه خوب است. بعد آمده در ناحیه عبدالرحمن جامی به اجاره گرفتیم حوض ماهی، یک سال دو سال در اونجا اجاره گرفته خیلی ماهی کردیم، دیدیم که فایده نغز به دست آوردیم. آهسته آهسته اومده در اینجا زمین گرفته، حوض کنده، خواجگی خود را تاسیس دادیم. 10 هکتار حوض ماهی اینجا، در اینجا ماهی های بیل امور، تلسلوب و سازن پرورش میکنیم. فایدهش نغز است. در این دو سال تمام خراجات را مو پوشاندیم و اینجا اوسو درآمد میشد. داده حاضر بود از انداز گذرد کرده گیم، این رسخدای از همه کلونی همین موی پروری انداز بود. این میتواند با رشدی سوهای موی پروری خیلی کمک کند. موی پرورو فقط با خوراک موی امتیاز داریم، لیکن همین در همین سالی آیند ما این را هم تشکیل میکنیم، یکان مانع نمیشود. با دستگیری حکومت ناحیه دوستی با ما زمین خواجگی جدا کردن که ما در اوجه زمین را کشت کار کرده، تمام خوراک ماهی را خودمون استحصال میخواییم کنیم. یعنی که همین ماهی را پروریشش از همین خواجگی تا درونی بازار، از همون ماهی مایداش تا درونی بازار. ماهی چه را این سال یک قسمشو خودمون براوردیم، قسم دیگرش از خوجان خریده بودیم. تخمینا یک 7-8 تن محصولات تیار داریم. بعد ماهی مایده داریم برای پروریش کردن. 8 حوض ماهی است در حدود 9 هکتار و 25 ساتیق. بعد از آزاد کردنی از انداز یگان مانعی دیگه نمونده است. فقط حوض ماهی باشد و ماهی پروری کنیم. محنت کردن در کار تمام. یگان مانعی دیگر نیست. طلبات هست. ماهی خودمون رو ما به شهر و بازارهای دوشنبه و شهر قرغان کشانیان بزرگ خود را دارد، ما زنده برده می رسانیم. مغازه های ماهی فروشی هست در اونجا زنده می فروشند. مردم ما حقیقا ماهی خور نیستند. مثال اکو چه گویم، مردم چین در اینجا هستند، بسیار زود و فابریکا دارند، بسیارتر نظر به بزرگ بسیارتر ماهی می گیرند، بسیارتر استعمال میکنند. من توصیه می دادم نه به خاطر که من ماهی پرور هستم و محصولاتی من به سعودی رود، من توصیه میدم با اون خاطر که عموما ماهی چیزی فایده بخش است. نظر به گوشت سرخ ماهی مرغ این خیلی تیز حذف شونده و پرهیزی است. با معلومات کارخانه واحد دولتی ماهی تاجیک، سال 2018 به جمهوری 2371.8000 تن ماهی یخ کرده شده وارد گردیده است. این رقم در سال 2019 تا 1146.6 تن پایین رفته است. فرقیت 1225.2 تن. سال 2018 به جمهوری 274 تن خوراکی ماهی وارد گردیده است. سال 2019 این رقم به 401 تن برابر شده است. فرقیت 127 تن زیاد. معلومات های عموری نیز گواهی از آن میدهند که نوابسته به مشکلات فراوان، ساحه ماهی پروری با کندی هم باشد رشد میکند. کاهش یافتن واردات ماهی از خارج کشور نشانه کم شدن طلبات به این غذای پرهیزی نیست، بلکه زیاد شدن استحصال ماهی را نشان میدهد. توجه کنید به این رقم ها. در 9 ماه سال 2018 در 321 خواجگی ماهی پروری جمهوری 1180 تن ماهی استحصال شده است که این نسبت به همین دوره سال 2018 هم 382 تن زیاد است. سال 2019 نقشه سالانه استحصال ماهی در تاجیکستان 2340 تن را تشکیل می دهد و با توجه به محصولات تیار در حوض و کولها امکان بر زیاد اجرا شدن نقشه وجود دارد. مشکلی جدی دیگر در ساحه مورد نظر صید غیر قانونی و بی قید ماهی بوده است.
کارمندان کارخانه واحد دولتی ماهی تاجیک میگوید که تا سال 2016 از سبب سید نادرست ذخیره ماهی در دریا و آبانبارهای مملکت رو به نیستی آورده بود. از سال 2016 هم این جانب با کمک حکومت جمهوری همه سال تا 2 میلیون ماهیچه به دریا و آبانبارها سر داده می شود که این توانیست تا جای خطری نیست شوی ذخیره ماهی را از میان برد. ولی نظارت نشدن روند مذکور می تواند این حالت را از نو به میان آورد. معلومات جالب دیگر را منظورتان گردانیدنیم. مطابق معیارهای بین‌المللی هر یک انسان باید در یک سال 23 کیلوگرم ماهی استعمال کند. این نشان دهنده در کشور ما حیرت آور است. همگی 300 گرم. ولی مسئولین کارخانه واحد دولتی ماهی تاجیک به این معلومات آماری باور ندارند. چگونه؟ با نزدیکی سفر خدمتی داشتیم در شهر نورک. اگر به همه معلوم است که از همون کپروکی نورک وقتی گذاشتیم 24 دکان خوراکی موی پزی هست. وقتی که ما هم صحبت شدیم با اون شخصایی که در اونجا خدمت میکردن، در یک روز یک دکان موی پزی از 30 تا 50 کیلو موی چا پخته به مردم پیشنهاد میکنن. از چی سبب باشد که حجم همون مویی که در اونجا استعمال میکند مردمی با ولایت بدخشان و کلوب و یا که از ولایت بدخشان و کلوب و از جمهوری همسایه و خطوی میدروید طرف دوشنبه، همینا با امور اخبارات پیشنهاد نمیکنند. به حساب میانه از 600 تا 800 کیلو میبخشد در روزش و یا مویچه سودا میکنن. اگر این همو با موه بگردونیم در موش از 20 تا 30 تن موهی در یک کوچه شهر نورک به مردم پیشنهاد میکنن. از چی سبب باشد در حساباتوی عمری نیست. اگر که مثال ما سال دگردونیم سال 12 ماه است، اگر ما حساب کنیم از 200 تا 300 تن در نظر نمیرسد، مردم این اوباده نمیگیرد، در نظر نمیگیرد یک کوچه ده از 200 تا 300 تن پخته پیشکش مردم میکنند. همین گونه حالات در همه منطقه های جمهوری وجود دارد. از جمله به معلومات غیر رسمی هر هفته از ولایت سوخت و بازارهای دوشنبه و ناحیه‌های گرد و اطراف پایتخت تا 15 تن صوف ماهی یا ماهی صدک وارد می شده است که در یگان جا به قید گرفته نمی شود. فعالیت دائمی طربخانه و نقطه های مخصوص ماهی فروشی در مملکت نیز شبهه کارمندان این نهاد را درباره معیار استعمال ماهی زیاد کرده است. این حالت در نوبت خود پرابلمه کاهش یافتن ذخیره ماهی در دریا و آبانبارها را رو می زناند که از نظارت دور ماندند. همین خیلی همین آبانبارهای ما امروز بینید که چخیل سید غیر قانونی بسیار است و بسیار که حجم تراتوریش حدودش که کلون است هیچ نظارتش به این نوبت گرفته نمی شود. اگر که این سال همینه که ستاتوس موی پروری می دادن و تحت نظارتی این سال نو بسته کارخانه بود دولتی موی تاجیکستان می شود، سول جای کاری میشد، نظارت میشد، نقشه مثل اجرایش نقشه خوبتر میشد. من خواهش میکردم که این نوبت از حکومت جمهوری تاجیکستان که در آینده همین آبانبارها همش استاتوس موی پروری داده شود. طوری گفتیم در همه منطقه های جمهوری مشکلی رقمی یکومی موی پروران نبودن زمین برای کشت خوراک موی بوده است. مثلا با فرق از گل ماهی که خوراکش پور از خارج وارد می شود، دیگر نمودهای ماهی گرمی دوستند و خوراکشان را در داخل مملکت استحصال کردن ممکن است. متخصصان کارخانه واحد دولتی ماهی تاجیک می گویند که برای رشد پور سوها باید میدان زیری حفظ یا به قول ماهی پروران آینه آبی نکمتر از 15 تا 20 هزار گکتار را تشکیل دهد. در این صورت استحصال ماهی در تاجیکستان با پررگی طلبات داخلی را قانع می کند و ماهی به یکی از محصولات های مهم صادراتی ما نیز تبدیل می یابد.
زیرا صفتی ماهی تاجیک در لابلای آلوده شوی برها و اقیانوس‌های بزرگ از بهترین ها دانسته می شود. بینندگان گرامی تا جایی که امکان دست داد، پرابلم و مشکلات ساحه ماهی پروری را بازگویی کردیم. دیگر از رهبران وزارت اداره ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در شهر و نایه ها وابسته است که این مشکلات را هرچی زودتر برطرف کنند و ساحه را رشد بخشند. زیرا حکومت کشور نیز هر کار امکان پذیر را برای تقویت بخشیدن فعالیت خواجگی های ماهی پروری انجام داده است. دستور و نشاندادهای رهبریت دولت و برنامه های جدید این ساحه تا کجا و با کدام صفت اجرا می گردند وقت نشان خواهد داد. این برنامه توازن بود. سربلندم، پیروز باشید.